با نام و یاد خدا، دو خبری مهم در مورد کریستیانو رونالدو. بیشتر از 50 میلیون از فالوورهای کریستیانو رونالدو در اینستاگرام جعلی می باشند و همچنان CR7 بهترین بازیکن ماه جنوری سری آ انتخاب شده است. در ادامه ورزش پلاس باشید و برای تازه ترین اخبار ورزشی کافی است که کانال ما را سابسکرایب کنید. رونالدو یک ویدیوی مشهور را در اینستاگرام خود گذاشته است که تا 200 میلیون شدن دنبال کننده های خود را جشن بگیرد، اما یک مطالعه نشان می‌دهد که بیش از 50 میلیون نفر از آنها جعلی می باشند. یک گزارش تحقیقی نشان می‌دهد که بیش از 50 میلیون از فالوورهای کریستیانو رونالدو فیک یا جعلی هستند. همچنین 18.7% از دنبال کنندگان وی را حساب‌های مشکوک توصیف می‌کنند و 6.4% بیشتر به عنوان فالوورهای انبوه هستند. هایپر آدیتار، سایتی که چهره‌های تاثیرگذار در اینستاگرام و یوتیوب را تجزیه و تحلیل می‌کند، حساب‌های کاربرای انبوه را به عنوان مواردی توصیف می‌کند که دارای فالوینگ‌های بیشتر از 1500 هستند. در حالی که از ابزارهای خودکاری برای دنبال کردن یا دنبال شدن استفاده می کنند، در این حساب ها پست های تاثیرگذار مشاهده نمی شود. باید افزود که ربات های اینستاگرام همانطور که انتظار دارید به عنوان حساب مشکوک و همچنین مواردی که از خدمات خاص برای لایک و یا اظهار نظر استفاده می کنند و همچنین افرادی که دنبال کننده را خریداری می کنند تعریف می شود. بنابراین این به آن معنا است که 25.1% از پیروان رونالدو جعلی هستند که به معنای فیک و جعلی بودن 58.2 میلیون حساب کاربردی از فالوورهای رونالدو می باشد. این گزارش همچنین با یافته‌های شگفت‌آور علایق اصلی کسانی که از وی پیروی می‌کنند را مستندسازی کرده است. کمتر از نصف، یعنی 49% از دنبال کنندگان رونالدو به عنوان علاقمند به ورزش ساخته می‌شوند، در حالی که این فالوورها با ترجیح بیشتر موسیقی و حتی زیبایی و مد توصیف می‌شوند. در این گزارش 56% بیشترین موسیقی آنها و 62% زیبایی و مد را نشان می‌دهند. کریستیانو رونالدو، فوق ستاره 34 ساله پرتغالی، با کمال تعجب 72% از فالوورهایشان مردان و 28% از دنبال کنندگانش را زنان تشکیل می‌دهد. از نظر موقعیت مکانی آنها، تعداد بسیاری بیشتر از پیروان رونالدو از هندوستان می‌باشند. 22% از هندوستان و 15% از فالوورهای کریستیانو رونالدو از ایران هستند. 3% از فالوورهای رونالدو از رئال مادرید هستند، شهری که وی بهترین سالهای خود را به عنوان سوپر استار برای رئال مادرید بین سالهای 2009 تا سال 2018 اختصاص داده است. در همین حال باید افزود که 44% بزرگ در درجه اول انگلیسی زبان ها هستند و فارسی و عربی دومین زبان رایج پیروان کریستیانو رونالدو هستند. در ماه نوامبر مشخص شد که رونالدو بیشتر از هر کاربرد اینستاگرام در جهان از هر پست اینستاگرامی خود 780 هزار پوند درآمد کسب می کند. لیونل مسی با کسب 518 هزار پوند در جایگاه دوم ایستاده است. بر اساس حسابرسی ICMP در ماه نوامبر، تونی کروس هم‌تیمی سابق رونالدو در رئال مادرید نسبت به سایر کاربران اینستاگرام در صدر بالایی از پیروان فیک یا جعلی با 51% می باشد. در همین حال رونالدو در ماه جنوری با 7 گل در 4 بازی در سری آ به عنوان بهترین بازیکن ماه انتخاب شد. کریستیانو رونالدو سال 2019 را چندان خوب پشت سر نگذاشته است، اما این بازیکن سال 2020 را بهتر از هر سال دیگری آغاز کرده و بار دیگر اثبات کرده است که چرا یکی از بهترین بازیکنان دو دهه اخیر فوتبال جهان بوده است. باید افزود که رونالدو در ماه جنوری در 4 بازی 7 گل در لیگ سری آ به ثمر رسانده است. در همین حال هتریک که کریستیانو رونالدو در برابر کالیاری و یوونتوس برای رسیدن به صدر جدول رده‌بندی کمک بزرگی کرده است. چون کریستیانو رونالدو بهترین بازیکن سری آ در ماه جنوری انتخاب شده، این جایزه به کریستیانو رونالدو روز یکشنبه 2 فوریه در ورزشگاه آلیانس تورین قبل از بازی مقابل فیورنتینا با وی اهدا می شود. نظر شما در مورد اینکه 50 میلیون فالوورهای کریستیانو رونالدو فیک هست چیست؟ نظر خودش را در کامنت همین ویدیو با ما شریک سازید. تشکر از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.